سلام به شما عزیزان بینندگان تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا در ایران و دیگر نقاط جهان. جمشید چالنگی هستم در ساعت 1 بعد از ظهر ابری واشنگتن با شما عزیزان خواهم در این شماره از تفسیر خبر. چون دوشنبه های پیشین امشب نیز میپردازیم به آنچه که در عرصه نقض حقوق بشر در ایران می‌گذرد. وضعیت زندانیان سیاسی، اعتصاب قضای آنان در برخی از زندان‌های کشور، زندان‌های روبه گسترش ولایت فقیه، بر زندانیان در زندان ارومیه چه می‌گذرد؟ در زندان‌های تبریز چه خبر؟ و از نقاط دیگر کشور. همچنین همزمان با آذر ماه که در آن قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای نیز انجام گردید در سال‌های پیش، گفتگو خواهیم کرد با میهمان برنامه آقای عبدالکریم میرفرد مقیم ترکیه. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه. پژوهش‌هایی در زمینه قطعات زنجیره‌ای انجام دادند که از ایشان جزئیاتی را در این رابطه جویا خواهیم شد. وضعیت حقوق بشر در ایران آنگونه که نهادهای بین المللی مربوطه گزارش می‌دهند روز به روز وخیم‌تر می‌شود. در دولت حسن روحانی، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، اعدام ها در ایران گسترش یافته است. با من و شما خواهند بود آقای عبدالکریم میرفرد تا لحظاتی دیگر. آقای میرفرد عزیز سلام به شما. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای چالنگی و همه بینندگان خوب تلویزیون ایران فردا. آقای میرفرد گرامی، ببینین الان با اینکه نهادهای بین المللی تایید نمی کنند، حمایت نمی کنند اعتصاب قضای زندانیان رو، اما برخی معتقد هستن که این تنها حربه‌ای هست که در دست زندانیان سیاسی هست که سالها در زندان بودن حتی بدون اینکه به پروندهشون رسیدگی بشه، بدون اتهام و زیر فشار و شکنجه بودن. آخرین گزارش‌ها رو در این زمینه از شما میشنویم به طور مختصر. اعتصاب قضای زندانیان در زندان‌های ایران. ببینید، در ایران متاسفانه پرونده‌های سیاسی معمولاً با یک نگاه امنیتی روبرو هست، کما اینکه ما می‌بینیم و وقتی این نگاه حاکم میشه بر پرونده یک فعال سیاسی یا روزنامه‌نگار یا فعال حقوق بشر، متاسفانه باعث میشه که با یک برخورد سلیقه‌ای از سوی بازوهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مواجه بشه. اما خب ما در هفته‌های اخیر نزدیک به 29 زندانی سیاسی زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زدن به دلیل شرایط اسفناکی که اینها در زندان داشتن. اما وقتی که ما میخواییم اینها رو بیاییم و بررسی بکنیم و دلایلش رو بیاییم و موشکافانه بررسی بکنیم، ببینیم که چه عواملی باعث میشه که یک زندانی دست از خوردن و نوشیدن بکشه، این هست که یک زندانی معمولاً وقتی از حق و حقوق طبیعی خودش در زندان که بر مبنای قانون براش در نظر گرفته شده برخوردار نیست و یا در روند پروندهش مورد شکنجه قرار میگیره و اون عدم رسیدگی عادلانه در پرونده یا آزار و اذیت روحی و روانی و شرایط دیگه‌ای که در زندان وجود داره برش اعمال میشه، متاسفانه از دلایلی هست که این افراد رو سوق میده به سمت اعتصاب قضا به عنوان تنها ابزاری که بتونن از طریق اون صدای خودشون رو به نهادهای بین المللی و رسانه ها برسونن و اعتراض خودشون رو نسبت به این روند بی قانون
روند امنیتی که در ایران متاسفانه جایگزین روند قضایی شده نشون بدن. اما خب وقتی میخوایم بررسی بکنیم که چرا اصلا در ایران یک چنین شرایطی به وجود میاد، ما چندین عامل رو باش مواجه میشیم. یکی اینکه ببینید سازمان زندان ها به جای رسیدگی به نیازهای اولیه و انسانی زندانیان و خانواده های اونها، معمولا با تحقیر و تهدید و آزار زندانیان سیاسی و خانواده هاشون و روش های تنبیهی شدید، شرایط حبس رو هر روز دشوار و دشوارتر میکنه و عملا چاره ای جز اعتصاب غذا برای زندانی باقی نمیمونه. از اون گذشته ما هیچ سازمان مستقلی از حکومت و هیچ حمایتی از زندانیان برای رسیدگی به اون شکایاتشون، برای رسیدگی به شکایاتشون در چارچوب قانون وجود نداره و اصلا تعریف نشده هیچ سازمان مستقلی. و اشاره دیگه هم که هست، متاسفانه چون نهادهای مدنی هم در ایران معمولا اجازه کار نمیگیرن بنابر اون پیشینه‌ای که خود حکومت فقیه داشته از اوایل انقلاب تا کنون، خب یک چنین شرایط در زندان‌ها به وجود میاد. هرچند که ما وقتی که میایم نگاه میکنیم قوانین بین المللی رو و حتی قوانین داخلی خود جمهوری اسلامی رو که همونطور که میدونیم جمهوری اسلامی البته به هر دو بی‌اعتنا هست، اصلا این ساختار خودشون متعهد حتی به این قوانین داخلی و بین المللی نمیده. شما ببینید مثلا در بحث برخورد با زندانیان و حقوقی که یک زندانی میتونه داشته باشه، هر گونه آزار یا اذیت بدنی برای گرفتن اقرار و یا نظایر اون، نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا بیش از یک نفر یا در سلول‌های انفرادی، چشم بند زدن به زندانی، بازجویی در شب، بیخوابی دادن به زندانی، انجام اون اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی میشه، فحاشی و به کار بردن اون کلمات رکیک، محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری، کما اینکه ما در همین هفته گذشته شرایط عبدالفتاح سلطانی رو داشتیم، وکیل زندانی که در ایران متاسفانه به حبس محکوم شدن و در شرایط بد جسمی دارن به سر میبرن. خب اینها شرایطی هست که و چندین و چند شرایط دیگر که متاسفانه اصلا به اونها هیچ نه جمهوری اسلامی رسیدگی میکنه و نه حتی حاضر هست که تن بده به خواستهایی، در حالی که مثلا معمولا این مواردی که اشاره کردم از اون حقوقی هست که در تمام کشورهای توسعه یافته وقتی که ما نگاه میکنیم هر زندانی بر اساس قانون باید از اونها برخوردار باشه. اما همواره با بیتوجهی به حقوق زندانیان مواجه بودیم تو ایران، علی‌خصوص زندانیان سیاسی، و اونها مجبورن برای تحقق حق و حقوق خودشون دست به اعتصاب غذا بزنن. آقای عبدالکریم جان، ببینید من این توضیح رو برای بینندگان بدم. آقای میرفت دارای تحصیلات حقوق هستن، به سطح دکترا رسیده، ادامه تحصیل ایشون در زمینه حقوق دانشگاه در ایران تحصیلات خودشون به پایان بودن و در ترکیه همچنان ادامه دادن و در حال ادامه هستند و دارای پژوهش‌های متعدد در زمینه‌های مختلف مربوط به حقوق بشر به ویژه در ایران. همونطور که اشاره کردید سابقا هم نشون میده آقای میرفرد عزیز که این داستان زندانیان و اعتصاب قضای اونها هم خودی و غیر خودی داره، یه همچین وضعیتی هست. یعنی زندانیان خودی مثل آقای گنجی، اکبر گنجی و کسان دیگه مثل اینها، وقتی که در زندان بودن چون از دایره خودی به حساب می اومدن، به هر حال دست کم در اون زمان و شاید هم بعد، به هر حال در زمان زندان این اخبارشون مرتب منعکس می شد، دسترسی بهشون امکان پذیر بود از و به هر حال جنجال بزرگی هم به پا شد یا اخبار بود. این رو هم بلا فاصله تأکید کنیم که هر نوع شکنجه، هر نوع آزار، هم از که منجر به رعایت نکردن حقوق زندانی، هر کسی از هر نوع افکار و عقاید و هر چه که هست، این خب قابل ملامت، محکومیت، سرزنش و همه اینها هست، چه کارگزار حکومت باشه، چه مخالف حکومت،
در هر جای جهان این محکوم است. به نظر میرسه، اما سوال من همینه که آیا این حرف درست هست؟ واقعیت داره که اعتصاب قضای زندانیان به اصطلاح باز پرداختن یا توجه به اون باز خودی و غیر خودی داره در جمهوری اسلامی؟ بله متاسفانه این شرایطی هست که در ایران، خصوصا در حتی در رسانه های اپوزیسیون ایران هم ما باهاش مواجه هستیم. یعنی هیچگاه همونطور که جمهوری اسلامی اون روند امنیتی رو جایگزین یک روند قضایی میکنه و شهروندان و زندانیان سیاسی رو از یک دادرسی عادلانه میاد و محروم میکنه، متاسفانه رسانه های ما هم دیدگاه های سیاسی افراد و زندانیان سیاسی رو در مسئله پوشش دادن و حتی توجه کردن به وضعیت زندانی میان و در نظر میگیرن و لحاظ میکنن، کما اینکه مثلا میبینیم خیلی از رسانه ها حاضر نمیشن که اخبار اعتصاب قضای همین زندانیان کرد رو که در زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زدن رو بیان و پوشش بدن، چرا که ممکنه مثلا اختلاف دیدگاه داشته باشن. متاسفانه این روندی که در ایران اون پیش از این که به اون جنبه حقوق بشری بحث پرداخته بشه، متاسفانه به دیدگاه سیاسی فرد نگاه میکنن و بعد اگر اون دیدگاه مطابقت داشته باشه با اون شرایط حاکم بر رسانه میان و پوشش میدن، اگر نه خب سکوت میکنن، کما اینکه تا الان هم این کار رو به خوبی انجام دادن متاسفانه. و من نمیدونم و برام هم جالب هست که خب خیلی جاها میگن که بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن، من نمیدونم آیا انسان ها میتونن با هم برابر نباشن؟ خب برای یک فعال حقوق بشر هر انسانی، چه افریقایی، چه ایرانی، چه عرب، چه ترک، چه کرد، فکر نمیکنم تفاوتی از لحاظ انسانی داشته باشه که در برابر این شرایط متاسفانه سکوت میکنن و این زندانیان هم متاسفانه روز به روز در شرایط وخیمتری به سر میبرن و این سکوت فکر میکنم به نوعی کمک میکنه به جمهوری اسلامی که به راحتی همونطور که رسانه های بیرون بی توجه هم، جمهوری اسلامی هم از این فرصت استفاده میکنه و این مسئله رو کاملا نسبت به اون بی‌تفاوت میمونه، چرا که فشاری رو احساس نمی‌کنه نه از جانب نهادهای بین‌المللی نه از جانب رسانه‌های دیگه. جورج اورول نویسنده معروف که کتابش هم به فارسی ترجمه شده، بسیار مورد مثال هست، مزرعه حیوانات یا قلعه حیوانات که ترجمه شده، در اونجا جمله‌ای داره که انسان‌ها برابرن اما بعضی‌ها برابرتر. داستان همینه در حکومت ایران، چون این هست فساد مالی. مثلا فرض کنید کسی دزدی از سر ناچاری برای لقمه نونی انگوش و دستش قطع میشه، اما میلیاردها هر روز سرقت میشه از سفره مردم و خبری نیست، حتی اسم اونها رو گاه با حروف اول اسم فامیلشون میارن، نون ر میلیاردها دلار حیف و میل کرد از بیت المال، حتی اسمش هم برده نمیشه، خودی و غیر خودی. و اما یک نکته هست آقای میرفرد عزیز، این که ببینید ما به حیوانات، انسان ها به حیوانات بسیار اهانت میکنیم، یعنی همیشه مظهر بدی و وحشیگری و همه اینها حیوانات رو میدونیم، حال اون که بسیاری از حیوانات درنده هم که درنده خونده میشن، اینها الان تحقیقات سال هاست انجام شده و نشون میده بسیاری از حیوان ها وقتی که گرسنه نیستن کاری با کس نداره، شیر، ببر، پلنگ، اینها حیواناتی هستن اگر گرسنه نباشن بی جهت حمله نمی کنن حیوان دیگری رو به اصطلاح بکشن و رهاش کنن، مگر اینکه گرسنه باشن شکار خودشون، همونطور که انسانهای گوشتخوار هم قصابی می کنن و گوشت می گیرن به طرز دیگه ای همین کار رو انجام میدن. اما اونچه که مسلم هست، هیچ حیوانی از هیچ نوع، دریایی، زمینی، هوایی، هیچ کدوم دیده نشده که هم نوع خودش یا نوع دیگری از حیوانات رو شکنجه کنه، حتی تصورش هم موزیک نیست. آیا موزیک نیست عبدالکریم جان که یک انسان یک انسان دیگه رو میگیره شکنجه میکنه تا حرفایی رو که ازش میخواد در بیاره، راست یا دروغ یا هر چی که هست؟ متاسفانه خب این
این شرایط واقعا تاسف‌بار هست. یعنی ما وقتی که میایم مثلا این پرونده جمهوری اسلامی رو نگاه میکنیم، خب این شکنجه، آزار، اذیت، اعدام، اینها پیشینه ای به درازای عمر حکومت فقیه بره در ایران. و دولت فقیه از زمان سر کار اومدنش متاسفانه با اون بر مبنای اون شرایط دیکتاتوری که در ایران به وجود آورد و اون شرایطی که متاسفانه شما ببینید از زمانی که اینها در پشتبان علوی و شروع میکنن به اعدام و بعد دهه 60 و شرایط دیگه که متاسفانه به وجود میارن، خب اینها شرایطی که جمهوری اسلامی معمولا با اون با این مشخصه ها در دنیا شناخته میشه. کما اینکه ما کنوانسیون داریم در رابطه با همین مسئله شکنجه، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه که تمامی این شرایط و آزار و اذیت و شرایطی که گرفتن برای گرفتن اقرار از یک زندانی به وجود میاد، همه این شرایط رو ممنوع اعلام میکنه. حتی خود در خود قوانین جمهوری اسلامی هم اومدن اینها اشاره کردن که هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوعه. ولی خب اینها هیچ توجهی نمیکنن به این شرایط، چرا که اساسا اینها یک حکومت قانون مدار نیستن. این حکومتی نیست که بر مبنای قانون بخواد با شهروندانش برخورد بکنه. حکومتی که بر مبنای سلیقه و حکومتی که بر مبنای یک تفکر قانون گریز تا الان حکومت کرده متأسفانه. نه ببینی آخه شاید هم اینطور نمیشه گفت که قانون گریز، شاید بشه گفتش قوانین بسه اعلام نشده خودشون، یعنی اعتقادات خودشون اجرا میکنن. یعنی اینکه به هر حال استنباطی دارن از دین، از دین اسلام، و معتقد هستن استنباط اونها بر حقه و کاری هم که میکنن که یک وظیفه است. حالا شما اسمشو میذارید شکنجه، اونها فکر میکنن مثلا تعزیره یا هر چی که هست و این تعزیر انجامش حتی ثواب داره. چرا نه؟ اگه اینطور فکر کنن مشکل کجاست؟ خب اینها ببینید در این که ریشه قوانین جمهوری اسلامی خب یک ریشه فقهی داره که این ریشه فقهی متاسفانه باعث شده که این قوانین برای روز جامعه ایران متاسفانه جواب ندن، در اون هیچ شکی نیست و هیچ بحثی هم وجود نداره. منتها میگم بحثی که الان ما میتونیم راجع به این مسئله داشته باشیم این هست، خب اینها به هیچ عنوان حاضر نیستن که بر مبنای اصول حقوق بشری با شهروندان برخورد بکنن. چرا حاضر باشن وقتی که بنیانگذار جمهوری اسلامی صراحتاً گفته حقوق بشر ما اعتقاد نداریم و ساخته و پرداخته صهیونیست‌ها و استکبار جهانی است و اساساً اشاره هم کردن ضد اسلام، چرا باید قبول کنیم؟ خب اینها معمولا همونطور که در برنامه‌های قبلی هم من اشاره کردم، اینها روند مسئله حقوق بشر در ایران بر مبنای باور و عقیده یک انسان هست که معمولا انسانی دارای حق میشه یا از یک حقی محروم میشه. کما اینکه شما اگر جمهوری اسلامی و مذهب تشیع رو قبول داشته باشید، خب در جمهوری اسلامی صاحب حق هستید و محق هستید. اگر اینها رو نپذیرید، من یاد صحبت های آقای سیرجانی میفتم، میگفتن که اگر شما بلحت فقیه رو قبول داشته باشید شما عالمید، شما دانشمندید، و اگر قبول نداشته باشید شما عامل صهیونیست هستید، عامل سیاه هستید، جاسوس هستید و بقیه شرایطی که متأسفانه حساب نمیشید حتی دقیقاً مرتد هم هستید تازه. خب اینها شرایطی هست که متاسفانه ما در جمهوری اسلامی باهاش مواجه هستیم. خب عبدالگنج ببینید الان در این ما یادآور بخشی از قتل‌های زنجیره‌ای هستیم که انجام شد. این هم یکی از مواردیست، یعنی مثلا دیدن اومدن فتوا گرفتن، کسی که فتوا داده که این قتل انجام بشه لابد وجدانش هم با معیارهایی که خودش داده این بهش آرامش میداده که داره یک حکم الهی رو اجرا میکنه. نویسنده مثل محمد مختاری، کسانی مثل پوینده و بقیه رو، امیرعلایی و بقیه رو بردن، خفه کردن، کشتن، جنازه رو گوشه انداختن، این نوعی وظیفه الهی خودش دونسته، هم فرمان دهنده، فتوا دهنده و هم مجریان.
من میدونم شما در این زمینه تحقیقات زیادی کردید، مقالاتی منتشر شده، گزارش های دیگران منتشر کردن، اما شما نیز تحقیقات تازه و گسترده و نکات تازه‌ای در این تحقیقات دارید، به طور مختصر میشنوید. بله، البته این نوع برخورد ایران متاسفانه فقط شامل نویسنده های ایرانی نشد. در همون اوایل انقلاب کلتونیکوف رو، نویسنده امریکایی مجله فورد رو، اینها در مسکو بعد از اون مطلب آخوندهای میلیونر که ایشون می‌نویسن ترور میکنن هنگام خروج از در مجله در مسکو. خب اینها در کی ترور معلوم شد اونو توضیح بفرمایید ببینید. نخیر، خب اینها به طرز کاملا مشکوکی ایشون ساعت 10 صبح وقتی از جلوی دفتر مجله بیرون میان به ضرب گلوله کشته میشن، اونتا بعد از انتشار مطلعی به نام آخوندهای میلیونر. میلیونر در فورد، بله. اما خب شرایطی که امروزه ما میتونیم اون رو تفسیر بکنیم و از منظر حقوقی به اون بپردازیم، این شرایطی که امروز جمهوری اسلامی به وجود آورده و در 15 سال پیش یک سلسله ترورهای خونین رو این گونه انجام داده و قتلگاه اندیشه را انداخته در ایران رو، ما میتونیم از منظر حقوقی بهش تروریسم دولتی میگن که معمولا از طرف دولت‌های اقتدارگرا با توسل به ابزار قانونی برای رسیدن به اهداف خاص که میتونه این اهداف ایدئولوژیک باشه، میتونه یا به منظور اعمال قدرت از طریق خشونت باشه. و بزرگترین حامی و توجیه کننده این سری اقدامات در واقع قوانین داخلی و همچنین قوانین داخلی و همون ساختاری هست که اقدام به تعریضی چنین اقداماتی میکنه. یکی از اولین تأثیرات این قبیل اقدامات ایجاد رعب و وحشتی هست که بین شهروندان یک جامعه برای اعمال هرچه بیشتر سیاست‌های دولت به وجود میاد. و از بارزترین مشخصه های این نوع تروریسم میتونیم حضور و نقش پررنگ مقامات دولتی رو در به انجام رسیدن این اقدامات ببینیم. برای مثال، مثلا در جریان کشتار کنوز دادگاه آلمان میاد و افرادی به غیر از افرادی که اقدام به ترور کردن، حامیان این اعمال تروریستی رو به صورت غیابی محاکمه میکنه که نام رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و وزیر امور خارجه و وزیر اطلاعات و امنیت به چشم خود در پرونده. اما از عمده تفاوت هایی که این نوع تروریسم با بقیه داره و متمایز میکنه این نوع تروریسم رو، فاعلین این نوع اعمال خشونت آمیز هستن. یعنی ما در بحث تروریسم دولتی که جمهوری اسلامی هم ید طولایی در اون داره، با حزب، گروه یا یک فرد خاصی مواجه نیستیم، بلکه فاعلین این مسئله مستقیما تحت نظر یک حکومت با اون اختیارات نامحدودی که از طرف حاکمیت دریافت میکنن دست به کار انجام چنین قتل‌هایی میشن، دست به چنین قتل‌هایی میزنن. در واقع مجریان ترور با پشوانه‌های درون حکومتی برای رسیدن به خواسته‌های نامشروع یک ساختار دیکتاتوری و با پشوانه‌های امنیتی، اون حاشیه‌های امنی که قبلا از طریق حاکمیت ایجاد شده، اقدامات خودشون رو عملی میکنن. که ما اینکه میبینیم دگراندیشان ما، روشنفکران ما که به هر طریقی از باب انتقاد بر علیه ساختار حاکم وارد میشن، از دم تیغ گذرانده میشن. ما میتونیم به قطعهای دگراندیشان ایرانی در خارج از ایران و در داخل اشاره بکنیم. محمد مختاری، داریوش و پروانه اسکندری، داریوش و پروانه فروهر، دکتر شاپور بختیار، شهریار شفیق، عبدالرحمن برومند. خب اینها همه با پشتوانه حکومتی انجام شد و عملا این شرایط رو در دنیا به اثبات رسوند که جمهوری اسلامی تنها زبانی که با اون داره با مخالفینش صحبت میکنه زبان حذف هست. من اضافه کنم به فهرست غم‌انگیز ترورهایی که در خارج از ایران انجام شده، دکتر سیروس الهی، سرهنگ بای احمدی و بسیاری دیگه، فریدون فرخزاد، خلبان محمدی، کاظم رجوی و بسیاری دیگه که به قتل رسیدن در این سو آن سوی عالم، در داخل ایران هم که بسیار هستن متاسفانه. و متاسفانه باز که از وقت برنامه ما کوتاه و فهرست طویلی است متاسفانه. مجله فورس رو اشاره کردن، نشریه است که بیشتر مربوط به مسائل اقتصادی هست
و نشریه معتبری است که هر از چندگاهی فهرست میلیاردرهای معروف جهان رو منتشر میکنه. در این فهرست از امیرنشین ها و کشورهای حاشیه خلیج فارس کسانی همواره هستند و از ایران نیز هر از چندگاه یک یا دو نفر هستند. بیشتر موارد در مورد آقای هاشمی رفسنجانی بوده که به عنوان یکی از سرمایه‌داران بزرگ منطقه اسمش در لیست فورس آمده، چندین بار از ایران است. سپاسگزار هستیم آقای عبدالکریم میرفرد گرامی، با سپاس بسیار از شما و با این امید که وقت و فرصت و امکان رو پیدا کنید که نتیجه تحقیقات خودتون و پژوهشاتون رو منتشر کنید در سطح وسیع و همینطور در برنامه های آینده نیز با من و بینندگان تفسیر خبر باشید. سپاسی دوباره از شما. ممنونم از شما جناب آقای چلنگی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید. با امید به حضور دوباره شما در آینده. پی میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا. در ادامه برنامه با من و شما خواهند بود آقای محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که ناچار به ترک ایران شد. پرسان خواهیم شد از جمله درباره وضعیت وکلای دادگستری که در جمهوری اسلامی در زندان هستند، آقای سیفزاده و سلطانی و بقیه وکیلان دادگستری. تا لحظات دیگر. با من و شما هستند آقای محمد مصطفایی، وکیل دادگستری. اون بار در نروژ، دور از وطن، ناخواسته به خارج از کشور نقل مکان کرده. سلام به شما آقای مصطفایی عزیز. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. آقای مصطفایی، پیش از هر چیز از همکارانتون جویا میشیم، وکیلان گرامی دادگستری که در زندان هستن، آقای سیفزاده، آقای عبدالفتاح سلطانی. اساسا چند وکیل در زندان هست؟ کاری کم سابقه در جهان که هر وکیل دادگستری رو ما سراغ داریم از حقوق بشر دفاع کرد یا موکلینش فعالان حقوق بشر یا سیاسی بودن، خودشون هم سر زندان در آوردن. در حال حاضر چند نفر ما وکلای زندانی در داخل زندان ایران داریم، به خصوص در زندان اوین. به نوعی دو دسته از وکلا هستند که در حال حاضر در زندانن. یک دسته وکلایی که از حقوق دراویش گل‌آبادی دفاع می‌کردند و یک دسته از وکلای دادگستری که عضو کانون مدافعین حقوق بشر بودن. در حال حاضر آقای سلطانی، آقای سیفزاده از کانون مدافعین حقوق بشر و آقای دانشجو، آقای یداللهی، آقای اسلامی از جمله وکلایی هستند که از حقوق دراویش گل‌آبادی دفاع میکنن و در حال حاضر در زندانن. خب وضعیت این عزیزان، همکاران عزیزم، مساعد نیست. تا جایی که اطلاع دارم وکلای خیلی زیادی به دنبال این بودند و هستند که به دنبال این باشند تا حقوق وکلای زندانی به رسمیت شناخته بشه و اونها از زندان آزاد بشن، ولی متاسفانه تا الان هیچ نتیجه خاصی صورت نگرفته و بدتر از همه این که بعضی از وکلایی که در زندان هستند با امکانات خیلی کمی مواجه هستند، از نظر درمانی با مشکلاتی مواجه هستند، از جمله آقای سلطانی، آقای دانشجو که وضعیت سلامتی خوبی ندارن و از جمله مواردی هستش که اینا باید آزاد بشن. به یک نکته خیلی اساسی تر میخوام اشاره بکنم. طبق قانون جدید مجازات اسلامی اگر یک نفر مرتکب چند جرم بشود، قاضی تنها میتواند حد اکثر مجازات یک جرم رو در نظر بگیره. بعد از سال 1188 عده بسیار زیادی از جمله وکلای دادگستری بازداشت شدند و اینها به اتهام چند جرم
محاکمه و محکوم شدن. یعنی یک نفر از وکلای دادگستری سه اتهام داشته، به سه تا جرم محکوم شده و همه جرم ها رو مجازاتشون رو در هم جمع کردن و یک مجازات در نظر گرفته. مثلا یک نفر 11 سال حبس، یک نفر 12 سال حبس محکوم شد، یک نفر هم 6 سال حبس. طبق قانون جدید مجازات اسلامی این عمل امکان پذیر نیست و میبایست افراد تنها به یک مجازات محکوم بشن، مجازات یک جرم محکوم بشن و حد اکثر مجازات یک جرم هست. بنابراین تمام کسانی که بعد از سال 88، چون از سال 88 به بعد بیش از 5 سال میگذره، بازداشت شدن بر طبق قانون جدید مجازات اسلامی میباید آزاد بشن. ولی آقای مصطفی میبخشید حرف شما رو قطع میکنم، به خصوص وکلا عادت نداره حرفشون قطع بشه، چون یه پرسش هایی از اینجا پیش میاد. ببینید آخه حکومتی که شما صحبت قانون میکنید، زندانیانی بودن که در زندان دوره محکومیتشون تموم شده آزادش نمیکنه. زندانیانی بودن دوره محکومیتشو داره میگذرونه، 5 سال زندان مثلا محکوم بوده، حالا به هر دلیلی که بیشتر نادرست میگیرن اعدام میکنن. کشتارهای دهه 60 قوانینی که مینویسن شاید برای نوشتن هست، نه اینکه برای اجرا. ببینید من به عنوان یک وکیل دادگستری وظیفه‌ام این استش که قوانین رو بازگو بکنم. اگر که قوانین، اگر که افرادی غیرقانونی عمل میکنن، من صادقانه قوانین رو اعلام بکنم، مردم آگاه باشن به اینکه قانون این رو میگه ولی در عمل اجرا نمیشه. خیلی از اعدام ها هستن که الان صورت میگیرن، ولی حتی قضای دادگستری هم نمیدونن که قانون تغییر کرده. بر اساس قانون جدید امکان اعدام وجود نداره در بعضی از موارد. یعنی به عنوان مثال کودکان زیر 18 سال بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی نباید اعدام بشن و باید به پرونده های اونها مجددا رسیدگی قرار بگیره. یا حتی طبق قانون جدید مجازات اسلامی کسانی که بر اساس بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی قدیم محاکمه شدن، که عنوان میکنه هر کس عمدن عملی انجام بده که اون عمل نوعا کشنده باشه ولی قصد قتل نداشته باشه، این قتل عمد است. ولی در قانون جدید این موضوع برداشته شده و اعلام شده که اگر که قصد قتل نداشته باشه باید اثبات بشه که آگاه بوده به این امر. بنابراین طبق قانون جدید میبایست تمام احکام اعدام که بر اساس بند ب ماده 206 حکم صادر شده متوقف بشه و پرونده مجددا رسیدگی بشه و من میبینم که خیلی ها اعدام میشن. خب برمیگردم به این مسئله احکام جدید که صادر کردم، اما قبل از اون وضعیت وکلای دادگستری نمیگیم. بسیاری از وکیلایی که بیرونم هستن زیر فشار هستن و به زندان میرفتن، بازداشت بودن، آزاد شدن، دوباره بازداشت شدن، مثل سرکار خانم نسرین ستوده یا وکلای دیگری. یعنی محدودیت هایی برای فعالیت هاشون همچنان در ایران هست، نیست؟ خب با توجه به اینکه عده ای از افراد در جمهوری اسلامی هستند که برخلاف قانون میخوان عمل بکنن، به خصوص دستگاه های امنیتی یا سپاه یا دادگاه انقلاب که از جمله مراجعی هستن که اینها فراتر از قانون عمل میکنن، بنابراین کسی که فراتر از قانون عمل میکنه یک مانع پیش پاش هست و اون مانع چه کسی هست؟ وکلای دادگستری هستن که حقوق میدونن، وکلای دادگستری هستن که قانون میدونن، وکلای مثل آقای سلطانی، وکلای مثل همه وکلای دادگستری. ولی این مانع رو میبایست از پیش و پایشون بردارن. چطور برمیدارن؟ با تحت فشار قرار دادن اونها. اجازه این که خانم نسرین ستوده پروانه وکالت بگیره رو بهش نمیدن، یا خیلی از وکلا رو تحت فشارهای شدید قرار میدن که اون وکلا مجبور بشن که از ایران خارج بشن، یا خیلی از وکلا رو بازداشت میکنن برای اینکه دیگر وکلای دادگستری بترسن از اینکه
چنین پرونده هایی رو وکالتشون رو قبول نکنن. بله درسته، وکلای دادگستری نسبتاً تحت فشار هستن، ولی وکلایی هم هستند که در حال حاضر کار میکنن، دفاع میکنن، ولی به دلیل مسائل امنیتی صداشون در نمیاد، کارهای تحقیقاتی انجام میدن، کارهای علمی انجام میدن، هستن. یعنی اگر که ما به دنبال وکلای با وجدانی باشیم که در ایران بخوان وکالت بکنن، وجود دارن اون وکلای با وجدانی که بشه پیدا کرد، ولی متاسفانه خب موانعی هم زیر پاشون جلوی پاشون هست و دستگاه امنیتی همونطور که شما اعلام کردید با توجه به اینکه فراقانونی عمل میکنن اجازه نمیدن که وکلای دادگستری کارشون رو به درستی انجام بدن. بانوان وکیل دادگستری خانم نسرین ستوده، خانم پور فاضل و بانوان دیگری که در این زمینه فعالیت میکنند، گزارش هایی که ما داشتیم همواره زیر فشار بودن وکیلان دادگستری در داخل و بیرون از زندان. اما اشاره کردید شما به ناخوشی برخی از وکلای گرامی و ارجمند ایرانی که در زندان هستن، مثل آقای سلطانی و دیگران، البته بقیه زندانیان بسیارن متاسفانه، مثل معلمان زندانی در آویش گنابادی که در زندان هستن و رسیدگی نمیشه. اینا چه تعهداتی حکومت فعلی ایران داره از نظر بین المللی در مورد تأمین نیازهای پزشکی زندانیان مثل رسول بوداغی و بقیه، آقای سلطانی و بقیه؟ ببینید، در مورد حقوق زندانی ها هم ما یه آیین‌نامه داریم به نام آیین‌نامه سازمان زندان ها. در اونجا تکلیف سازمان زندان ها مشخص شده، مسائل حقوق مختلف زندانیان هم مشخص شده، از جمله اینکه از امنیت و سلامت بهداشتی برخوردار باشن، از جمله موارد مهم هست. سازمان زندان ها مستقیما مسئول بهداشت، مسئول سلامت زندانی است. اگر که برای زندانی به هر نحوی که بر بگرده به بی‌احتیاطی، به کوتاهی یا به عدم رعایت موازین و آیین‌نامه های قانونی که سازمان زندان ها مکلف از انجام میده ولی انجام نمیدهد، این سازمان مسئولیت داره. و از طرفی هم قوه قضاییه که ناظر بر سازمان زندان ها هستش، اون هم مسئولیت داره. ولی میدونید که متاسفانه علارغم این که فشارهای بین المللی خیلی زیادی وارد میشه، اما آنچنان اهمیتی داده نمیشه به حقوق زندانیان. از طرفی هم فشارها هم از نظر بین المللی در رابطه با حقوق زندانی ها هم زیاد نیست. ما در رابطه با مسائل اعدام ها فشارهای خیلی زیادی داریم از نظر بین المللی، یا در رابطه با حقوق زنان وجود داره، ولی در رابطه با حقوق زندانیان در جلسه‌ای که در شورای حقوق بشر من بودم در ماه گذشته در ژنو برگزار شد، کمتر دیدم که به این موضوع توجه بشه. به هر حال حقوق زندانی است، میبایست رعایت بشه. ولی باز هم عرض کردم خدمتون، یک عده‌ای هستند که همیشه هم در برنامه‌های گذشته اعلام کردم که اون عده‌ای که برخلاف قانون عمل میکنن یا فراقانونی عمل میکنن، اونها هستند که اجازه نمیدن که حقوق زندانی رعایت بشه. و الا اگر که اون قشر نبودن، اولا که هیچ زندانی سیاسی یا عقیدتی ما نداشتیم، و ثانیا اگر هم زندانی داشتیم، زندان‌ها از استانداردهای ویژه برخوردار. ببینه آقای مصطفی، شما وقتی میگین یک عده یا یک قشری، به نظر میرسه این یعنی تعداد عده 50 نفر، 20 نفر، 100 نفر، 200 نفر. آیا این یک عده است یا یک نظامی است که تولید کننده چنین ادعایی هست؟ ادعاها و گروه های مختلفی هست. ببینید قوه قضاییه مهمترین و اصلی ترین نهاد یک حکومت هست. یعنی اگر یک حکومت دیکتاتوری بخواد حکومت خودش رو حفظ بکنه، تنها راهی که میتونه وارد بشه قوه قضاییه است، از راه دیگه نمیتونه وارد بشه. چرا؟ چون در قوه قضاییه است که امکان بازداشت وجود داره، چون در قوه قضاییه است که امکان محاکمه کردن وجود داره، در قوه دیگه چنین امکانی وجود نداره. در قوه دیگه امکان بازداشت افراد و شکنجه افراد و محاکمه افراد وجود نداره.
یک قسمت از قوه قضاییه هم مستقیما در دست مامورین اطلاعات است. یک قسمتی که من مثال میتونم بزنم همین بازپرسی شهید مقدس هستش که در زندان اوین قرار داره. یک قسمتی از زندان اوین رو اختصاص دادن به یک دادسرا. اصلا در هیچ کجای دنیا داخل زندان دادسرا وجود نداره. دادسرا باید در بیرون از زندان باشه. خانواده زندانی، وکیل زندانی این حق رو داشته باشه که مستقیما بتونه وارد دادسرا بشه و دستور قضایی بگیره، شکایت خودشو به بازپرس، به دادگاه، به مرجع قضایی بده. ولی در کشور ما اون قسمت در زیر نظر در داخل زندان هست و هر وکیل دادگستری بخواد بره داخل زندان، بخواد بره دادسرا، اول باید بره داخل زندان. و داخل زندان که میره، اگر که وکیل دادگستری حتی اگه تخلف هم بکنه از قبل، همونجا نگهش میداره. خب این راه زحمت رو کمتر کردن آقای مصطفی، زحمتشون رو کمتر کردن. اما نکته اینه آقای مصطفی، تمام اینا این عده‌ای که دادسرا تو زندان راه انداختن، این حراست‌های مختلف که میتونن بازداشت کنن و و و بقیه همه کسایی که شما شده خودشون که سر از خود را نیفتادن این را بندازن، خب سر نخ همه اینا به کجا ختم میشه؟ یعنی این که یه بابایی مثل صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی ایران هست، ریشه اینها رو در نظر بگیرید، همه اینها برمیگرده به دستگاه های امنیتی که زیر نظر رهبری هستن. یعنی اگه بخوای ریشه ای هستن و میدونید که رئیس قوه قضاییه رو رهبر انتخاب میکنه. سال گذشته هم ایشون برای 5 سال مجددا انتخاب شدن. صحبت اینجاست که رئیس قوه قضاییه که میبایست از بین قوه از قضات دادگستری انتخاب بشه و بزرگ شده قوه قضاییه باشه، از طرف رهبر انتخاب میشه. از طرفی هم اتفاق نظر بین وکلای دادگستری و قضات هست که آقای صادق لاریجانی اصلا صلاحیت اینو ندارن که رئیس قوه قضاییه بشن بر اساس قانون اساسی. یعنی قانون اساسی خودمون هم توسط رهبر اجرا نمیشه. چرا؟ به دلیل اینکه طبق قانون اساسی میبایست رئیس قوه قضاییه سواد حقوقی داشته باشه، در صورتی که ایش آقای صادق لاریجانی سواد حقوقی ندارن. به عنوان مثال ایشون چند روز پیش اعلام کردن که ما اعدام اطفال زیر 18 سال نداریم و این دروغ مسته. ولی کسی که 17 سال و نیمش هست و یه دفعه میشه بعد میاد 25 سالش میشه، ما نمیتونیم حق اول اعدام نده بگیریم. این از نشد گرفته از بیسوادی حقوقیه. یعنی یه چیز بدیهی و طبیعیه. چرا؟ چون که اصلا سن مسئولیت افراد در زمان ارتکاب جرم ملاک است، نه در زمان اجرای حکم. بنابراین ایشون به این مورد هم توجه نمی‌کنه و خیلی از موارد دیگری که من دیدم، تصمیمایی که گرفتن. الان اون وقت این قانون جدیدی که گذاشتن دیگه این اتفاق نخواهد افتاد ظاهرا، یا طبق قانون نباید بیفته که افرادی که در زیر 18 سال جرمی مرتکب شدن یا هرچه نمی‌ایستن که بعد از که به 18 سال گذشت اعدامشون کنن. اصلا از گذشته هم نباید اینطوری میشد. ببینید اصل قانون، اصل در تمام مقررات ما، در مقررات جزایی عنوان شده و عدالت قضایی اصلا به این مسئله دلالت داره. تمام حقوقدان ها، تمام قضات، تمام قضاتی که حقوق خوندن، نفق خوندن، وکلای دادگستری اتفاق نظر دارن که ملاک اعمال افراد در زمان ارتکاب جرم دنیا همینه. اگر که یک نفر در زمان ارتکاب جرم مجنون باشه، باید رافع مسئولیت کیفری باشه. اگر که یک نفر در زمان ارتکاب جرم کودک باشه، باید در نظر گرفته بشه. و الا اونجوری باشه که کسی که 10 سالش میشه هم میتونن نگه دارن تا بره بالای 18 سال. برای این کارو کردن آخه. خیلی رو... اشتباهه دیگه. این خلاف قانونه. نه من پرسشم اینه، الان این قانون جدید شما گفتید، این رو دیگه رعایت قرار رعایت بشه یا نه؟ ببینید از چند ماه گذشته من که روی پرونده‌های مختلف کار میکردم، حدود 10 تا پرونده بود که به دست من رسید. در اجرای احکام قرار بود احکامشون اجرا بشه و من احکامو گرفتم، لوایحی رو به
خانواده هاشون به خانواده های محکومین نوشتم، براشون ارسال کردم و اونها بردن به دادسرا، دادن به اجرای احکام، دادن و حکمشون متوقف شد. ببینید، آگاهی هم خیلی مهم هست و این برنامه میتونه یکی از برنامه های آگاهی بخش بشه. در طبق قانون جدید، اگر که قانونی به تصویب برسه که به نفع متهم باشه، یعنی افراد میتونن قانونی که در ارتباط با خودشون هست رو بخونن، اگر دیدن به نفعشون هست میتونن درخواست بنویسن، بگن که آقا این قانون تغییر کرده، با توجه به اینکه مجازات تخفیف پیدا کرده ما هم شاملش میشیم. این برمیگرده به تمام زندانی ها، چه کسانی که زندانی های سیاسی هستند و چه کسانی که زندانی های غیر سیاسی هستند. به نظر من زندانی های سیاسی هم میبایست اونها نامه هاشون رو بنویسن، صرف صحبت کردن در مطبوعات نباشه، کتبا نامه بنویسن، نامه ای که نوشتن یک نسخه شو بدن به رئیس قوه قضاییه، یک نسخه بنویسن به بازرسی، یک نسخه بنویسن به اصل 90 کمیسیون مجلس، یا یک نسخه بدن به هر جایی که میدونن، یک نسخه بفرستن به کمیسیون هایی که در رابطه با حقوق بشر کار میکنن، یا به آقای احمد شهید، یا هر جای دیگری. مطمئنا بازپخش اینها، توجه به این مسئله که قانون جدید به نفع متهمین و محکومین هست، باعث میشه که مسئول قوه قضاییه هم تغییر روش بدن. خب یکی از این لاریجانی های ریز و درشت که در دستگاه حکومتی ایران در نظام ولایت فقیه چرخان هست، آقای جواد لاریجانی است، مسئول کمیته حقوق بشر. اون یکی برادر صادق لاریجانی درست آمده و گفته که با این قانون جدید انگاری فله ای است. همینطوری جمله شما ببینید چقدر اعدام هست که ایشون میگه بله با این قانون جدید و اینها 80% اعدام ها کمتر خواهد شد. با قانون جدید منظورشون قانون قاچاق مواد مخدر هست. بله همون، به هر حال مواد مخدر چی که هست، انسان مواد مخدر هر چی که هست مواد مخدر. من شخص خود خلخالی، صادق خلخالی، حالا داستانش مفصل است، در روزنامه بامداد اون زمان چاپ شد، آقای خلخالی مسئول چیز بود، قاضی القضات آقای خمینی که چقدر آدم کشت بماند بسیست. ایشون آقای مصطفی داشت میگفتش که بله من اعتیاد ریشه‌کن میکنم در ایران و قاچاق مواد مخدر، چقدر آدم کشتن، حل کجا حل شد وقتی شما دست دولت عمده در منطقه که گفته میشه ایران هست در قاچاق مواد مخدر است، روزانه چند تن وقتی تریاک در ایران مصرف میشه و کشورهای منطقه و گذر تریاک از افغانستان از ایران هست به خاطر اینکه سالیان سال تون تون خارج میشه، چهار تا قاچاقچی ریز رو اعدام کردن، حلال مشکلات. در سال 91 قانون جدیدی به تصویب رسید و اعلام کردن کسانی که حتی 30 گرم حشیش یا مواد صنعتی داشته باشن اونها هم به اعدام محکوم میشن و این باعث شد که عده بسیار زیادی به اعدام محکوم بشن. و ما در رابطه با قوانینمون نسبت به قاچاق مواد مخدر ایرادهای خیلی زیادی داریم، از جمله اینکه متهمینی که محکوم میشن به اتهامهای قاچاق مواد مخدر امکان تجدید نظر خواهی ندارن. چند روز پیش هم یک خانومی رو در فکر میکنم گیلان اعدامش کردن که قاچاق مواد مخدر میکنن. ببینید قاچاق مواد مخدر عمده کسانی که انجام میدن از روی بدبختی انجام میدن، از روی نادانی انجام میدن و یا از روی مشکلات اجتماعی که دارن انجام میدن که مسبب اصلیش هم حکومت هست. اگر حکومتی بیاد و رفاه رو به مردمانش بده مطمئنا رفاه باعث میشه که ریشه های جرم کم بشه. اعدام در این 30 و چند سال گذشته ای که از عمر حکومت جمهوری اسلام میگذره و با توجه به تجربه که من داشتم و پرونده های کثیری که در رابطه با اعدام داشتم نشون داده که اعدام به هیچ عنوان نمیتونه بهترین راه حل باشه یا راه حل باشه. به خاطر همین در خیلی از کشورها اعدام رو حذف کردن، به دنبال راه های دیگه ای گشتن. آقای مصطفی عزیز، این بحث قاچاق مواد مخدر رو حتما در برنامه باید بپردازیم بهش. ببینید خود طبق آمار خود حکومت معتقد، یعنی گفتن که به مراتب بیش از اینه،
2 میلیون معتاد داریم که هر کدوم 10 گرم در روز مصرف کنن یه چیزی حدود 20 تن میشه. این یک مطلب. این مطلب دیگه ای این که آمار سازمان ملل متحد موجود هست. من برای بینندگان میگم، اشاره میکنم به این نکته که گزارش مربوطه سازمان ملل متحد به ویژه در اواخر دهه 90 هم که ما میدونیم 1990 تلاش کرد سازمان ملل مرزهای ایران و افغانستان رو کنترل کنه، مواد مخدری که وارد میشه از افغانستان و از ترانزیت ایران رد میشه در خود افغانستان چیزی حدود 2 میلیارد دلاره، وارد ایران میشه نزدیک به بالای 3 میلیارده و بعد به جای دیگه میره. یک لول، دو لول، سه لول تریاک نبوده که در جیبشون چمدون جای قایم کنن، یک روز دو روز نبوده، الان بیش از 20 سال این ترانزیت ادامه داره. و بیشتر من با شخص مسئول سازمان ملل در خاورمیانه نشستم صحبت کردیم، اتفاقا شخص از شهروندان عراق بود و بدون هیچ تردید در این مسئله که یک همچین مواد مخدری بدون دست داشتن دولت‌های منطقه نمیتونه یه همچین ترانزیتی رو بگذرونه از ایران. بیش از 2 دهه تمام آقای مصطفی یه همچین مبلغ بالای 3 میلیارد که امروز به کجا رسیده من آمار امروزش رو دیگه ندارم. و بعد شاید به قول ظرفا این اعدام این خرده پاها برای اینه که دست زیاد نشه یا خارج از این دستگاه عمل میکنه. اما قبل از اینکه به این مسئله بپردازیم که امیدوارم در برنامه دیگه، مسئله اعدام ها، اعدام سهیل عربی یک جوان ایرانی رو در سایتش حرفی زده عنوان توهین به پیامبر اسلام، صبح تا شب آقای خامنه ای رو با پیامبر اسلام مقایسه میکنن و و و و بقیه چیز، و خود پیامبر اسلام روایت هست، خود آقایون گفتن بر سر منبر که وقت در مکه وقتی رد میشده بر سرش خاکستر میریختن، یک روز که نریختن پرسید چی؟ گفتن که بیمار اون کسی که میره، رفت به عیادت اون آدم. تو جوان ایرانی در وبلاگش یا هر جا یه چیزی نوشته یا مثل محسن امیر اسلانی بفرم. بله ببینید آقای چارنگی، ما در رابطه با پرونده سهیل عربی، آقای سهیل عربی خب اقرار کردن که بله من توهین کردم، ولی توهینشون به چه صورتی بوده؟ توهینشون به صورت نقل قول بوده، یعنی کپی پیست میکردن. از نظر قانونی این نمیتونه از جمله موارد سب و نبی باشه. ایشون اومدن گفتن که من بر اثر مثلا حالا غصب یا سهو اومدم این کار رو انجام دادم، این هم نمیتونه از جمله مواردی باشه که اعدام بخواد صادر بشه. به این نکته اشاره میکنم که پرونده مربوط به کمپین یادآوری امام ندی هم 4-5 نفر بازداشت شدن، به اونها هم اتهام سب و نبی داده شد، ولی این افراد در یک دادگاه دیگری از اتهام سب و نبی به نوعی تبرئه شدن و تنها به 74 ضربه شلاق و یک سری زندان محکوم شدن. ولی در رابطه با پرونده سهیل عربی که در یک دادگاه دیگه رسیدگی کرد، ایشون رو به اعدام محکوم کرد. یعنی این اختلاف نظرهای این چنینی هم وجود داره. و مهمتر این که 3 نفر از قضات در پرونده سهیل عربی حکم به اعدام دادن، 2 نفر اعلام کردن که نه اعدام مستحق سهیل عربی نیست. این اختلاف نظرها باعث میشه که ما به این نتیجه برسیم که صدور حکم از ریشه در رابطه با پرونده سهیل عربی با مشکلاتی مواجه هست، شبهه‌هایی در این پرونده است و میباید جلوی اجرای حکم گرفته بشه و مجازات بهتری بهش داده بشه که ایشون اگر هم مرتکب جرم شده بتونه به جامعه برگرده. سپاس بسیار داریم آقای مصطفی عزیز. ممنونم از شما و بینندگان عزیز. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، کوهساران تفتان، دراک، دلهو، آسماری و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.